همراه هستیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. آقای معماریان، به نظر می‌رسه که دولت آمریکا با توجه به فشار افکار عمومی در حال فاصله گرفتن از دولت ایران و حکومت ایران و نزدیک شدن به معترضان و مردم ایرانه. همینطور هستش. ببینید، اعتراضات سراسری اصیل، مترقی و خودجوش مردم ایران به هر حال توجه جهانی رو به خودش جلب کرده و به خاطر ذات این اعتراضات که ایستادن در برابر یک حکومت مقتدر، سرکوبگر و زورگو هستش، به هر حال قلب‌های بسیاری در جهان رو بوده و می‌بینیم که در کشورهای مختلف جامعه مدنی و رسانه‌ها فشار زیادی به سیاستمداران وارد می‌کنن برای اینکه به یک نحوی جلوی سرکوب گرفته بشه. این مسئله در آمریکا هم بسیار زیاد هست. به هر حال ایرانیان بسیاری در آمریکا زندگی می‌کنن و در طی هفته‌های گذشته بسیار منسجم و هماهنگ عمل کردن و از تمام توان و ظرفیت خودشون استفاده کردن که بتونن که هر چقدر میتونن کمک کنن به مردم ایران. بنابراین اون چیزی که برای دولت بایدن الان مشخص شده، این فشاری که ایجاد شده براشون، به این معنی هستش که در حال حاضر به هیچ عنوان مذاکره بین دولت ایران و دولت آمریکا در خصوص برنامه هستی صورت نخواهد گرفت. دلیل عمده‌ای داره این مسئله. در شرایطی که مردم در خیابون‌ها دارن جونشون از دست میدن، در چنین شرایطی اگر دولت آمریکا بخواد با دولت ایران مذاکره بکنه، یعنی داره طرف دولت جمهوری اسلامی رو در این دعوا میگیره و حمایتش میکنه و براش گشایش هایی رو ایجاد میکنه. بنابراین به هیچ عنوان امکان نداره دولت آمریکا با شرایطی که وجود داره، با اینکه مردم ایران در خیابون ها جونشون از دست میدن و حداقل 23 تا کودک کشته شدن تا الان، هیچ مذاکره بکنه. به نظر من این قطعی است. به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردن در طی روزهای گذشته سیگنال هایی بدن که حاضر هستن از مواضع گذشتهشون عقب نشینی بکنن و در خصوص مذاکرات به جلو برن، ولی این اتفاق نخواهد افتاد. به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد. و امیدوارم فشار جامعه مدنی و رسانه ها و نور انداختن روی مسئله همچنان قوی باشه تا اینکه بشه که از این بچه‌ها حفاظت کرد. به هر حال دولت، همون که آقای بلینکن گفت، دولت ایران هر حرکت کوچکی رو به خاطر زبونی خودش و کمبود اعتماد به نفسش به آمریکا و جای دیگه نسبت میده، ولی این مسئولیت رو از ما که در آمریکا هستیم، از اونی که در آلمان هست، از اونی که در ترکیه هست، از اونی که در ژاپن هست، از اونی که در شیلی هست، در جای دیگه سلب نمی‌کنه که از دولت‌های کشوری که در زندگی می‌کنیم بخواهیم که اینا یه کاری بکنن برای اینها. حالا دیگه در حوزه، چون مردم ایران که از دارن تمام هزینه رو خودشون میدن، ولی حداقل براشون جلوی فشار سیاسی رو و جمهوری اسلامی برای توقف سرکوب از این فشار استفاده بکنن، حداقل بتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت و مسائل دیگه. برای این حوزه‌های مختلفی هست که میشه کمک کرد. از این جهت دولت آمریکا میتونم بگم که کاملا همونطور که شما گفتین تحت فشار افکار عمومی هست و دیدارهاش با فعالان ایرانی مثل خانم بنیادی که یکی از فعالان با سابقه حقوق بشر هستن و سفیر حقوق بشر سازمان عفو بین‌المللی بودن، نشون دهنده همین مسئله هست که به هر حال توجه داره می‌کنه و یه پیامی رو به جامعه ایرانی میده. واقعاً